ta ta ta. به 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 به. میگم این میوه ها چه رنگی باشه؟ قرمز. بله بله قرمز خیلی هم دوست دارم. های زرزرک جون. های سهیب جان. خوبی؟ بله بله. وای چقدر خرید کردی سهیب جان. آره دیگه امشب مهمون داریم. بله بله مهمون داریم. چرا؟ چرا؟ خب معلومه شب یلداست دیگه. یلدا؟ آره. یعنی چی؟ بابا یلدا بلندترین شب سال، فصل زمستون از فردا شروع میشه و یکی از جشنای بزرگ ایرانیه. سیمرغ اینا رو بهت نگفته؟ چیزی به من نگفتی؟ میخواستی بگی؟ خب کی؟ عیب نداره. بعد نقاشی میگه. بعد نقاشی عیب نداره. خب میگم سهیب جان، حالا که خیلی شب بلندیه، یعنی ما باید خیلی خیلی بخوابیم؟ نه زالزالک، برعکس. شب یلدا همه بیدار میمونن، دور هم جمع میشن، جشن میگیرن، خوراکی های خوشمزه میخورن، شعر میخونن، قصه میگن. به به. سهیب جان کجا جمع میشن؟ معمولا خونه بزرگ فامیل دیگه، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ. به 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 به. سهیب جان چی میخورن؟ ببین دیگه خوراکی های خوشمزه دیگه، آجیل، هندونه، انار. وای وای هندونه. هندونه خب خیلی سرده که سهیب جان. آره سرد هست، ولی به یاد گرمای تابستون میخورن که سرمای زمستون یادشون بره. بله بله بله. سهیب جان اینا چیه؟ این بله. اناره دیگه، پامگرنه. بذار ببینم چیه اینا. دست نزن دست نزن، به خاطر اینکه این کثیفه، بعد بشورمش، بعد قاچش میکنم، دونش میکنم، اون وقت حاضره. خب بله بله. دون میکنم یعنی چی؟ دون حالا وقتی که آماده شد میبینی دیگه، من خیلی کار دارم. خب بله بله باشه. بله کلی بله سورپرایز بله. داریم امشب سورپرایز. آره. من خیلی سورپرایز دوست دارم. اما گفتی سورپرایز چیه دیگه؟ گفتی مهمون داریم. نه اون تنها سورپرایز نیست، بازم سورپرایز داریم. وای بله بله، چند تا سورپرایز. آره یه عالمه. میگم که سهیب جان، جان منم میتونم یه مهمون داشته باشم؟ مهمون؟ بله. کی هست مهمونه؟ خب اینم سورپرایز منه. شیطون. بله بله. آره میتونی، فقط میتونی که الان پندمیک موقع کروناست، فقط یه دونه مهمون میتونی داشته باشی. بله 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 بله. یه مهمون بزرگتر، خیلی خیلی بزرگتر. آها منظورت اینه که آره خیلی خوبه که بزرگتر رو دعوت کنیم. بله پس ما بله. امشب دوتا مهمون داریم، من حسابی کار دارم، برم لیوینگ روم اونجا رو مرتب کنم که دیگه حاضر بشین. بله بله. اوکی بله بله. یه مهمون بزرگ. بزرگتر. عزیزان قصه عروسک ما که باشد دل نشین بر پیر و برنا، بود نقشی ز فرهنگ خود ما، بود نقشی ز فرهنگ خود ما. آخ آوردم برایت به خیمه عروسک، به بازی مبارک، با امیدی که شاید رمن قصه زده ها جنم شادی جای شاید. کی بود کی بود منو صدا کرد؟ جان شیرین بنده. به به سلام بابا جون. ایشون گل پسر من آقای مبارک هستم. بابا جان خواهش میکنم، بچه ها توی خونه بزرگترها کوچکترها دارن ما رو تماشا میکنن. بلند رسا به همه قشنگ سلام علیکم بگو. قشنگ باید بگی سلام علیکم، سلام علیکم. اره 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 سر کن بینم سر کن. آقا آقای مبارک سلام علیکم. چیه بابا؟ دو تا کلمه بگو. سلام علیکم، سلام سلام و فرار کن. آقا کجا فرار میکنی؟ آقا بابا جان سلام و فرار کن چیه؟ بگو دو تا کلمه پشت سر هم بگو. سلام علیکم، سلام سلام علیکم. ار ار کن ار 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 ار. بله عجب خر... خجالت بکشی چون خری هستی. چیه این زشته؟
هی من اذیت میکنه. بچه هایی توی خونه شما لطفاً منم کمکتون میکنم، میگیم سلامون علیکم تا این آقا مبارک من یادش بیاد. یک دو سه سلامون علیکم. سلامون علیکم. باریکلا بابا جون. سلامون علیکم بابا جون. خب چه حال چه احوال؟ بله بابا جون. بله بله. قصه داری؟ ناراحتی؟ چی شده که ناراحتی شما؟ دختر پادشاه در بند دیو شاختار اسیر شده. اسیر شده؟ شده. تو هم عاشق دختر پادشاه شدی؟ ببینم شما الان چرا اینجا وایسادی؟ میترسم. چیه بابا جون؟ نگران نباش، تو تنها نیستی، من هستم، بچه هم هستن. برو باید بری به جنگ دیو، باید عشقت رو نجات بدی، باید سرمناز خانم رو نجات بدی. برو بریم بابا جون. باری کلا آی قول چیز شام. آفرین آی بوی آدمی زاد میاد. کی بود منو صدا کرد؟ چه ترسناکم از او ست شاخ داره. مبارک. بله خودم خیس کردم، چی خجالت بکش ای مردی تو مثلا. بله نترس بابا جون، من اینجا هم بچه هم اصلا کمکت میکنم. همگی میگیم مبارک مبارک مبارک. باید کشتی بگیری بابا، پنجه در مقابل پنجه، چشم در مقابل چشم. برو ببینم چی کار میکنی، شکستش بده. آفرین به عشقت فکر کن. باری کلا برو ببین. زینی رو بود مد را راسی، زسوسی کجی زاید و کاسی، زدانش و جان تو را مایه نیز، به از خموشی هیچت بیرانه نیز. از خموشی چت میرانه نیست. باری کلا بابا جون، باری کلا کشتی گرفتن یعنی این. آفرین بابا جون. بگرد دومی سروناز خانم کجاست؟ اون بره بگرد، این بره بگرد، بالا رو بگرد، این بره بگرد، اون بره بگرد، بیدار اون بره بگرد. بس بس سلام علیکم. حالا شما چطوری؟ شما خوب هستی؟ قربون شما، سلامت باشی. ببخشید بابا جان عزیزم. خوبی بابا جان؟ سروناز خانم خوبی؟ خب قربون سلام علیکم. شما خوبی؟ قربون شما سلام علیکم. بابا بابا یه دقیقه صبر کن، چرا شما کنم بابا جان؟ من میگم خالص شما عزیز. آقا بابا جان، بابا جان یه لحظه صبر کن، صبر کن بابا جان. من خواستم بهت بگم که من همراه با آقا مبارک و بچه‌ها به شما کمک کردیم که در موقع نجات پیدا کنید. ایشون این برن، مبارک اون برن. سکونه سکونه فاصله فاصله. چه خبرتونه؟ خجالت بودی؟ بله عشقمه چیه؟ انو محرم نشونی ازدواج نکردین شما؟ فاصله بگی، فاصله بگی. بله داشتم میگفتم که ایشون آقا مبارک. آقا بیا آقا بینم ولش ملش کن، بذار بیا چیخ بذار سب کن، چه حولی بیه با بیه با بیه با. شما باشه اینجا، شما باشه اینجا. بابا جون عشقته، برای اینکه به عشقت برسی آیین داره، رسوم داره. آقا سب کن دارم حرف میزنم. باید شما بری خواستگاری، باید بری اول از همه که شما باید دختر. بله بابام راضی، بابام راضیه. چی میگم بابا؟ اول شما رو باید اون تحویل بابات بدیم، بگیم آقا نجات پیدا کردی. الکی نیستش که. آره آماده ای؟ پس شما بریم خدمت پادشاه، دختر پادشاه رو تحویل بدیم، بعدش میریم با هم خواستگاری. خواستگاری هم افتادیم. بله خیلی مبارک بشه، خیلی مبارک بشه. قربونت برم، قربونت برم، فدات بشم. بس هم کنم نه باز دوباره چون بیا آقا بقا همین شعر عروسی بخونم. بادا بادا مبارک، بادا شالا مبارک، بادا 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 مبارک، بادا شالا مبارک، بادا کوچه تنگه، بله عروس قشنگه، بله دست به زلفاش نزنی مرواری بنده، بله بادا بادا مبارک، بادا ایشالا مبارک، بادا این حیاتون حیات میپاشن نقل و نباد به سر عروس و دومان، بادا بادا مبارک، بادا ایشالا مبارک، بادا. بله بچه ها اینم از قصه امروز ما. مراقب خودتون باشیم، ممنونم که ما رو تماشا کردیم. خدافظ. خیلی خوش اومدی آنا جون، بالاخره بعد مدت‌های طولانی. مرسی سویر جون که دعوتم کردی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام، دلم هم تنگ شده بود ولی شرایطش پیش نمیومد دیگه. میدونم همه درگیریم دیگه، ولی فکر کنم الان یکم سرت خلوت‌تر شده. آره آره این روزا سرم خلوت‌تر شده،
بعد داشتم فکر میکردم که شاید گاهی وقت بیام کمکت. خیلی خوب میشه این. ببین من فکر کنم زالزالک به دوستی مثل تو که با بچه ها مثلا کار میکنی واقعا احتیاج داره. بابا جون هی راجع به زالزالک حرف میزنی ولی به ما نشونش نمیدی. ببین اون خیلی شیطونه، الان رفته یه جای قایم شده، امشب به من گفته که من یه مهمون دارم، پیداش میشه الان، نگران نباش. سوهه چی شد؟ چه میزنی؟ من اصلا نزدم. چرا دیگه زیر میزدی به پام؟ نه بازیت گرفته؟ نه بابا بازی چی؟ شوخی میکنی؟ من کاری نکردم. زدی به پام دیگه؟ من نزدم، تو زدی. شوخی داری میکنی واقعا؟ نه والا من نزدم، اصلا تلفن خوردم؟ نکنی یکی زیر میزه؟ احتمالا. ببینیم چی خبر. Fresh air again. آنا معرفی میکنم، زالزالک آنا. Nice to meet you آنا جان. سلام عزیز دلم. Nice to meet you too. چرا رفته بودی اون زیر؟ جان بله میدونی میخواستم ببینم زیر این بلانکت چی هستش. این که بلانکت نیست، نمیتونستم بیام بیرون دیگه. عزیز دلم این اسمش بلانکت نیست، اسمش کرسیه. What؟ بله کرسی؟ بله. یعنی تو میگی این از اینجا تا اینجا همش کرسیه؟ همش کرسیه. بله خب کرسی چی هست آنا جان؟ ببین قدیما زمستونا میمدن یه میز میذاشتن، زیرش یه وصله گرمایشی میذاشتن، روش هم یه لحاف خوشگل مینداختن که برن زیرش بشنن گرمشن. وای چی جاله. دقیقا مثل همین کرسی ما، شب یلدا همه دورش جمع میشدن و جشن میگرفتن. بله یعنی الان ما تو قدیما هستیم؟ نه ما تو قدیم نیستیم ولی داریم یادی از قدیما میکنیم. یعنی ببینم تو قدیما همه این میوه های خوشمزه رو هم میخوردن؟ ببین قدیما شب یلدا میومدن روی این کرسیه یه ظرف پر میوه میذاشتن، بعد میوه های پاییزی مثلا مثل انار، مثل این خرمالو، بعد سیب سرخ میذاشتن و میشستن دور هم و حرف میزدن، گل میکنن، گل میشنفتن و میخوردن. وای دیگه چی میخوردن؟ آجیل، پسته، شیرینی و چایی که گرمشن. میگم این خوراکی قدیمی خیلی یامی بودن. خیلی شکمو شیطون از مهمونت کو. آخ مهمونم سوهل جان یادم رفت بگم، مهمونم اون سیر گیر کردی. کدوم سیر؟ همین این زیر این کرسی. زیر کرسی مهمونی؟ بله با هم دیگه رفتیم اون زیر، بعد راهو گم کردیم. بابا جان بعد مهمون از زیر کرسی باید بیاری بیرون. آخه سوهل جان من میترسم دوباره گم بشم، میشه که با هم بریم بیاریمش؟ آره شیطون بودو بیا بریم بیاریمش. زشته آخه بابا، آدم مهمونشه که نمیبره این زیر، همینه دیگاره. بله این مهمونه. خیلی ممنون معرفی میکنم، مهمونه خیلی بزرگتر از قدیم ها سیمور. این سیمرغ زالزالک؟ خب میدونی خودش نتونست بیاد، گفت تو خونتون جا نمیشم، بعد گفت براتون مسیج میدن. بله خیلی مهمون خوبی دعوت کردی. بله. من که عاشقش شدم. بله خب میدونی آخه از همه بزرگتر بودش. نگاه کن مسیج داد بذار ببینم چی گفته. بله میگه که به به چه کرسی قشنگی، چه سفره یلدای خوشگلی، به به به. شب یلدای شما مبارک سیمرغ جون. بله خیلی ممنون. دوباره مسیج داد بذار ببینم. میگه که یلدای تو هم مبارک. آنه جواب تو رو داد. زالزالک فکر کنم من و سیمرغ میتونیم با هم حرف بزنیم. بله واو. یعنی چی؟ یه نفر بود شدین دوتا، الان شما میبینین فقط منم که نمیبینم دیگه. آره بله. آقا من یه پیشنهاد دارم. بله حالا که سیمرغ صدای ما رو میشنوه، ما هم که دور هم نشستیم، بیاییم با هم یه شعر شب یلدای قشنگ بخونیم. بله خیلی من که پایم. وایسی من قابلم رو بیارم. بله. خب حاضرین؟ یک دو سه.
شب یلدا اومده. ننه سرما اومده. همه جا برف اومده. دونه دونه اومده. خونه مادر بزرگ پر شور و شادیه. لبوی داغ میخوری. فصل سرما اومده. آخ شب یلدا اومده. ننه سرما اومده. آخ شب یلدا اومده. ننه سرما اومده. دیری دی دیری دی دیری دی 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 عالی بود. آفرین. آره خیلی خوب دیگه. بیاین دیگه از خودتون پذیرایی کنین که دیگه شب بلنده. انار. آره زار زلک ببین برات قشنگ دون کردم. انار دونه دونه اینه. آره. دیگه بله وای خدا. انا جون شیرینی بخور. من همه اینا رو بخورم سوی جان. بله همش مال شماست. بله آخ شب یلدا اومده. نن سرما اومده. آخ شب یلدا اومده. نن سرما اومده. آخ شب یلدا اومده. چه شعر قشنگی یاد گرفتی زالزالا. بله 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 امشب یاد گرفتم. سهیل بهم گفت. آفرین چه خوب یاد گرفتی. بله بله میدونستی امشب شب یلداست رو مینا. بله امشب شب یلداست. چقدر من این شب رو دوست دارم. خاطرات خیلی خوبی دارم از این شب. وای راستی؟ آره من یادم خونه مادر بزرگم میشستیم آجیل میخوردیم انار دون میکردیم و بیرون هوا سرده ولی تو انقدر گرم و نرم خیلی خوش میگذره. به 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 بله بله بله. بعد طولانی ترین شب ساله دیگه میدونستی که. بله سهیل بهم امشب گفتش که بله. خیلی خیلی شب بلندیه. آره بعد اون وقت به انگلیسی به این شب میگن winter solstice. آه بله بله بله. این لغت برای طولانی ترین شب سال. میگم که رومینا بله. برای یلدا به هم دیگه هدیه هم میدن؟ بله میتونن هدیه بدن. مثلا من الان داشتم یه سری کارت تبریک درست میکردم که بتونم بفرستم به دوستام و چند تا از فامیلامون، چون میدونی که به خاطر همینی که بعد از همدیگه فاصله بگیریم، فاصله اجتماعیمون رو رعایت بکنیم، سوشال دیستنسینگ بکنیم. بله بله دیگه شب بعضی رو که معمولا میدیدیم این شب رو نتونیم ببینیم. واسه همین میخوام یه کارت خیلی خوشگل درست بکنم و یه چیزم داره که خیلی فرق میکنه با کارتای تبریک دیگه که براشون بفرستیم. وای میخوای کارت تبریک درست کنی؟ بله؟ بله. چه فرقی داره؟ بعد وایسی تا بهت نشون بدم. وای بله بله بله, بله. اینجا باید میسن. آفرین وایسا بعد من بهت نشون میدم ولی باید کمکم هم بکنی ها. بله بله حتما من تشویق میکنم. خب من داشتم یه تیکه آماده میکردم که برای این کارت تبریکمون احتیاج داریم. خب حالا چیزی که این کارت تبریک داره که کارتای تبریک دیگه ندارن این که این کارت یه قطعه سبودی داره، یعنی بازش میکنی این کار یه چیزی داره میاد طرفه. بله بله چه بامزه. بله حالا خیلی هم راحته. معمولا اینا رو میرین میخرین به نظر میاد خیلی چیز سختی باشه ولی این اصلا سخت نیست. فقط دو تا کاغذ لازم دارین که تا میکنین هر دوش هم بعد یه اندازه باشه. One size. بعد یه اندازه باشه چون یکی میچسبونیم تو اون یکی. اون تیکه که یعنی بعد ببینین کدوم رنگ میخواین داخل باشه کدوم رنگ میخواین بیرونش باشه. اونی که میخواین بیرون باشه رو اول برمیدارین و یه دونه مستطیل میکشین. خیلی هم لازم نیست بزرگ باشه. یه دونه هم یکم پایین تر به همون شکل و همون اندازه میکشین. بله بله. و باور میشه این تنها قطعه که لازم دارین که اون حالت سبودی رو به این کارت بده. بعد میتونیم بفرستیم برای دوستامون. بعد میتونیم بفرستیم برای دوستامون دقیقا. با پست یعنی؟ بله با پست. بعد میتونین از بزرگترتون برین یه تمر بگیرین میکنین تو پاکت آدرس اون کسی که میخواین بفرستین و بنویسین روش. بزرگترتون میتونه بهتون کمک بکنه کجا بعد آدرس شما بره کجا بعد آدرس اون کسی که براش میفرستین بره. بعد میکنین تو صندوق پست. بله ما همیشه بعد از بزرگترها کمک بگیریم. بله. بله بله خب حالا من این دوتا رکتنگلا مستطیلایی که کشیدم و
دارم میبرم، ولی تا تا لازم نیست ببرین، فقط این ورو اون ورو میبرین، این ورو اون ورو میبرین. آره ولی اینجا شو که خط داره، اون لازم نیست بریده بشه. حالا بازش میکنین و میبینی این تیکا الان یه جورایی وایستاده دیگه. حالا اینا رو به جایی که به این سمت بیرون باشه تا میدیم به طرف داخل کارت تبریکمون. یه دونه از این ور ببین میبینی چه حالتی داره؟ بله بله بله، تا کردیم از وسط، تا کردیم از وسط، بله دقیقا به همین شکل. حالا میتونین بیشتر داشته باشه، ولی من فعلا چون میخوام یه انار بچسبونم و یه تبریک بچسبونم دوتا لازم دارم. بله بله، انار بچسبونیم دوست، بله. انار بچسبونیم دوست. خب من داشتم اون اول یه انار میبریدم، چون تو شب یلدا انار میخوریم دیگه. بله بله. و یه تیکه کاغذ دیگه هم بریدم، روش نوشتم هپی یلدا، یا میتونین بنویسین یلدا مبارک. یلدا مبارک. بله. هپی یلدا. بعد سخت‌ترین جاش تموم شد، میدونستی که؟ آره. یعنی الان آماده است؟ تقریبا، فقط این دوتا تیکه رو ما بچسبونیم به همین دوتا تیکه هایی که به طرف تو تا دادیم. یکم چسب، چسب خیلی چیز مهمیه، مهمه، کمک بله. میکنه. بعد به هر صورتی که دوست دارین میچسبیم. حالا من یکم اینو کج میچسبونم، بعد این اناره رو میچسبونم به اون یکی مستطیله. ببین بله بله بله. خیلی خوشگل داره میشه. به این شکل میچسبونیم. خب حالا بعد میتونین یه پیغام قشنگ بنویسین برای اون کسی که دارین کارتو میفرستین. بله بله. که توش آماده باشه. مثلا من میتونم بسم زازلک عزیزم شب یلداد مبارک. وای میخواد برای من بفرستی؟ آره شب برای تو بفرستم. حالا اگه یادت سپاس سپاس خواهش میکنم زازلک. حالا اگه یادت باشه اون اول گفتم یه کاغذ دیگه تا شدم لازم داریم که همین اندازه بود دیگه، الان به دردمون میخوره. برای چی میخوایم؟ به خاطر اینکه خب اینجاش خیلی خوشگل نمیشه که این بریدگی ها معلومه دیگه. آها بله بله. ما یه کمی چسب باز به اون تیکه‌ای که تو کارت میره یکم چسب میزنیم به این صورت و میچسبونیم. همین کافیه اینجوری هولش بدیم، بذاریم لای کارت ورق بیرون و این ورم چسب میزنیم. بله چسب میزنیم. و تا میکنیم. حالا میبینی اون بریدگی ها دیگه معلوم نیست، بیرونش بله، صاف و خوشگل شد. بله تمیز و مرتب شد. تمیز و مرتب. حالا یکم بیرونش ساده است. من میخوام این هپی یل دارم میچسبونم این جلو. حتی میتونین مثلا از این توپا یا چیزای تزیینی خوشگل دیگه بچسبونین. من حالا انارم داریم، اونم داریم، خیلی جای چی پیدا کنیم با کاغذ. بله شکلای بله. مختلف خیلی خوشگل میتونین ببرین. مثلا حتی هندونه، هندونه هم میخورن شب یلدا، میدونستی؟ هندونه که خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه. خیلی داره سردم میشه. خوبه دیگه، تو انقدر گرم و نرمه که یه کوچولو سردت بشه اشکا خونکت میکنه. بله بله بله. خب یه دونه من اینا رو خیلی دوست دارم، بیا یه دونه بچسبونیم این گوشه. ببین چه کارت خوشگلی شد. حالا وقتی بازش میکنیم یه حالت سبودی خیلی خوشگل در میاد. بله بله خیلی خوشگل شده. بله حالا ما چند نفر دارم من براشون بفرستم، خیلی کسا رو نمیشه دیدین امسال، برای همین میخوام یه چند تا مثال دیگه هم بهت نشون بدم. این یکی رو درست کردیم با کاغذه که یکم اکلیل دارن توش. الان یه دونه هندونه اکلیلی داره، یه انار اکلیلی داره، بازم توش نوشتیم یلدا مبارک. بله بله یلدا مبارک. بله یه نمونه دیگه خیلی قشنگ دیگه هم داریم دیگه. هر مدل میتونیم درست کنیم، هر کی یه کارت تبریک متفاوت بگیره. بله بله خیلی خوشگله. بچه های تو خونه هم باید از اینا درست کنن بر ما بفرستن. بله بچه های تو خونه میخوام ببینم چه کارت سبودی خیلی قشنگی درست میکنین، چی انتخاب میکنین که بچسبونین این وسط و به کی میخواین بفرستین کارتتون رو. و لطفاً یه عکس خیلی قشنگ از کارتتون بگیرین، با
هشتگ TKT TKT و هشتگ تیرگان کیدز تایم تیرگان کیدز تایم برای ما پست بکنین که ما ببینیم چه کارتای چی انتخاب کردین اون وسط به حالت سه‌بعدی بچسبونیم. بله بله بچا برام هم کارت بفرستین. بله آره دیگه کلی کارت میگیری الان زال. بله بله خیلی خوشحالم. حالا ببینم کمکم میکنی پیغامای توشو بنویسم؟ بله 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 بذار فکر کنم به جملات خوشگل. خیلی بچا حتما عکس بگیریم برای ما بفرستین. خدافظ بچا. خدافظ. اینو برای کی بفرستیم به نظر؟ یه دونه برای سهیل. بله بله برای سهیل. سهیل امشب که شب یلداز نمیخوام بیشتر بخوابم. بله 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 میخوام بیشتر بیدار بمونم یه عالمه قصه بشنوم. سازل اگه قصه میخوای بشنویم؟ بله بله قصه شب یلدا. قصه شب یلدا؟ بله. ببین من یه قصه شب یلدا بلدم. وای چی هست؟ قصه ننه سرما. وای ننه آره. سرما بود اینو ببین ما ببین اینو مامان بزرگا شب یلدا میگفتن برای بچه‌ها. میخوای اینو برات بگم؟ تو مامان بزرگت برات گفته؟ آره قبلا که کوچیک بودم برای منم گفتن. بله بله برام تعریف کن. ممنونم. وایسا سپاس. خواهش میکنم. خب یکی بود یکی نبود. بله اون بالاها تو آسمون پیرزنی زندگی میکرد به اسم ننه سرما. ننه سرما؟ آره. ننه سرما اینقدر پیر بود که روی تمام موهای سفیدش انگاری که برف نشسته بود. وای چه بامزه. آره این ننه سرما تمام بهار و تابستون رو میخوابید. آره اما پاییز کم کم بیدار میشد و شروع میکرد خونه رو آب و جارو کردن. خونه رو جارو میکرد. آره وقتی آب میگرفت که حیاتش رو بشوره همه جا بارون میومد. آره وقتی میخواست همه جا رو گردگیری کنه این دستمالش رو همچین محکم تو هوا تکون میداد که باد شدیدی میومد و همه برگای درخت ها میریختن روی زمین. آره وقتی پاییز تموم میشد ننه سرما دیگه خونش آماده بود و میرفت که پسراشو از خواب بیدار کنه. پسراشو؟ آره گوش کن دوتا پسر داشت. آره میره پسراشو بیدار کنه که بهش کمک کنن و سرما رو بیارن. وای آره. سرما وقتی آخر پاییز میشه خلاصه میره پسراشو بیدار میکنه و دوتا پسر داشته یکیش چله بزرگه یکیش هم چله کوچیکه. چله بزرگه چله کوچیکه. آره چله بزرگه پسر مهربونی بود و چهل روز اول زمستون اون همه کارا رو میکرد. آره برف و کولاکی زیادی هم معمولا میشد اون موقع. بعد پسر دومش پسرش چله کوچیکه بود که 20 روز آخر زمستون رو ننه سرما به اون میسپرد. بله بله یکم بدجنس و بداخلاق. ایوا چرا؟ آره ببین خیلی هوا رو سرد میکرد کولاک میشد و اینا. آره هرچی بهش میگفتن سردم شد. آره هرچی میگفتن که بابا حواست به مردم باشه مردم گناه دارن. بله ولی گوش نمیداد که نمیداد. خلاصه وقتی شب اول زمستون شروع شد ننه سرما بساط کرسیش رو راه انداخت و لحاف برفیش رو آورد که بندازه روی کرسی. آه مثل ما که شب یلدا اینجا کرسی گذاشتیم. آره منتها دیده بود که پر از خاکه. آره واسه همین محکم تکونش داد که یه دفعه پاره شد. وای. همه پنبه آش ریخت برف شد روی زمین. وای. آره خلاصه چله بزرگه دید که مامانش ناراحت شده زوزه کشون اومد و باد سردی شد. وای آره سرما اومد. آره وای. همه جا رو سرد کرد. وای. اون پایین روی زمین مردم که دیدن هوا سرد شده شروع کردن کرسی گذاشتن و خودشون رو آماده کردن دفتن نشستن دور هم دیگه خوراکی های خوشمزه مثل آجیل و میوه و اینا گذاشتن و دور هم خلاصه جمع شدن. آره دفت... مثل مهمونی امشب ما. آره آره نش... دقیقا شروع کردن واسه هم قصه های قشنگ گفتن
تا اینکه هوا گرم بشه و منتظر ببونن که ننه سرما آخر زمستون دست پسراشو بگیر و برو بعدش بهار بیاد و دوباره همه جا سبز و گرم و قشنگ بشه. وای همه جا دوباره آره. سبز بشه بهار بیاد. بله دقیقا این بود دیگه قصه شب یلدا که اولین شب زمستونه. سوال یعنی الان ننه سرما اون بالا تو آسمونه؟ آره دیگه الان که شب یلداست؟ آره دیگه بله های ننه سرما های تو خوابت نمیاد واقعا؟ خب تو گفتی امشب باید بیشتر بیدار بمونم دیگه. آره خب بیشتر بیدار موندی دیگه مهمون داشتیم. بله دیگه قصت هم برات گفتم وقت خوابه. بخوامم الان؟ آره دیگه دیگه وقت خوابه. بله منم ملافت و قشنگ بکشم. خیلی مهمونی خوبی بود. آره خیلی سپاس. خواهش میکنم. شب بخیر. شبت بخیر. گود نایت. گود نایت. بود.